دم غروب شده بخوای با خاطرات گریه کنی، یه گوشه‌ای بشینی تو تنهاییات گریه کنی، یا یکی از کرب و بلا بگه برات گریه کنی. شده دلت بگیره تا که به یه جا خیره بشی، تو جانم آز به تربت کرب و بلا خیره بشی. چند دقیقه به عکسای گنبد طلا خیره بشی. تا حالا براتون پیش اومده که یه نفری رو انقدر دوستش داشته باشید از صمیم قلب که نتونید ازش جدا بشید، انقدری که دلتون بخواد باهاش یکی بشید، دلتون بخواد در هم تنیده بشید با اون محبوبتون، انقدری دوستش داشته باشید که تو زندگیتون به آب و آتیش بزنید که اگر یه جایی اون محبوبتون بهتون احتیاج داشت کاری از دستتون بر بیاد براش انجام بدید، یه کاری کنید، قد بکشید جلوی چشاش و نشون بدید که به وقتش از شما هم کار برمیاد. یه آقا پسر کوچولو عزیز و دوست داشتنی از روی تل زینبیه ظهر عاشورا تماشا میکرد مقتل عموجانش حسین علیه السلام رو. سید الشهدا خواهش کرده بود و سفارش کرده بود به خواهرش که دست عبدالله این نازدانه امام حسن رو رها نکنی، مراقبش باش، این مثل پدرش حسن غیرتیه و نمیتونه جسارت و اهانت و حمله دشمن رو به من ببینه و ساکت و آروم وایسته، دستشو نگه دار تا مبادا به قتلگاه بیاد. اما عبدالله انقدر مرد شده بود تو همون 7-8 سالگی که خونش به جوش اومد و غیرتش اجازه نداد که از روی تل شاهد قطعه شدن عموش حسین علیه السلام باشه. دوید با ناله والله لا افارق و امی، به خدا قسم که از عموم جدا نمیشم، رفت 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 و عمو رو در گودی قتلگاه به آغوش کشید و در دقیقه 90 سید الشهدا به اندازه خودش دست گذاشت، گردن گذاشت، ولی حاضر نشد ظلم به امام زمانش رو ببینه. سلام به اون آقایی که بچه کوچیکا روز عاشورا یاریش کردن. انشالله امشب عبدالله ابن حسن نازدانه امام حسن علیه السلام دونه دونمون رو دعا کنه. برای قربت سید الشهدا همین بس که شب عاشورا که تو خیمه مرداشو جمع کرد، یه ده بچه دورش بودن، مرداش عبدالله ابن حسن بودن، حضرت قاسم ابن الحسن بودن، پسران ابن جناده بودن. سلام بر تو حسین که بچه کوچیکا برات کار مردونه کرد.
نام خدایی که حسین رو آفرید تا ذرات عالم عاشقی رو تجربه کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب پنجم محرم الحرام سلام عرض میکنم خدمت شما و همراه هم سلام عرض میکنیم خدمت صاحب کربلا سید الشهدا و آسه جواد ذاکر طباطبایی رو با این نوای ماندگار: یا حسین غریب مادر، توی ارباب دل من، شریک روزه امروزمون میکنیم. سید جواد ذاکر رزقش خیلی خوبه، مطمئنم هر کی میره کربلا با این یا حسین غریب مادر یه دمی میگیره و اونجا یادش میکنه. نوش جونت آقای سید جواد ذاکر طباطبایی. الان پای سفره سید الشهدا دونه دونه مردم ایران رو یاد کن و از حضرت بخواه که کرم کنه و قلب این مردم شاد بشه به نگاه سید الشهدا، انشالله. مردمی که لحظه لحظه زندگیشون قصه خوردن برای غم مولاشون حسین علیه السلام. امشب رو با توکل به خدا و با توسل به عبدالله ابن حسن شروع میکنیم شب پنجم محرم رو در حسینیه عقیق. و پیش از این که بریم سراغ مهمان اولمون جناب آقای کشفی و گفتگو با ایشون امشب در مورد حضرت حبیب علیه السلام، دعوتتون میکنن در پویش روزه خانگی شرکت کنید. پویشی که به همت برنامه عقیق از همین امشب استارتش میخوره و از شما خواهش میکنیم که روزه های باصفای خونگیتون که من شک ندارم چایی روزه های خونگی به دست مادر سعادت حضرت صدیقه سلام الله علیها دم میشه، برای ما عکس و فیلم بفرستید، ما رو هم شریک کنید تو روزه هاتون. این پویش روزه های خونگی عقیقه که تقدیمتون میشه و با افتخار منتظر ارسال عکس ها و فیلم هاتون هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. این روزا خونه خونه شهرها و روستاهای ایران اسلامی در غم شهادت سید و سالار شهیدان و یاران با وفاشون غرق ماتم و عزاست و هر کس به اندازه توان خودش توی برگزاری با شکوه ترین مراسمات عزای حضرت سار الله علیه السلام قدمی برمیداره. سردر خیلی از خونه های مردم ایران پرچم عزا رو میشه دید که یه جور عرض ارادت خونوادگیه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. روزه های خونگی مرکز تربیت عاشقان و شیفتگان اهل بیت علیه السلام بوده است و چه زیباست به تصویر کشیدن این همه شیدائی اهل خونه برای مولای شهیدشون. پویش روزه های خونگی تصمیم داره تا تصویرگر شور و معرفت حسینی شما عزیزان در برگزاری محافل و مجالس روزه باشه. علاقه‌مندا میتونن جهت شرکت توی این پویش از روزه خونگی خودشون فیلم و عکس تهیه کنن و برای ما ارسال کنن. توی این پویش ملی علاوه بر انتشار فیلم ها و تصاویر منتخب از طریق برنامه تلویزیونی روزه خانگی، به قید قرعه 10 کمک هزینه سفر به کربلای معلا به شرکت کنندگان اهدا میشه. جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در پویش روزه های خانگی، عدد 1 رو به سامانه 3011 پیامک. متشکرم که الان که ساعت 11 دقیقه است در معیت شما هستیم و ممنونم که دارید ما رو تماشا میکنید. بدون مقدمه بریم سراغ بحث جذاب هر شبمون در مورد اصحاب عزیز و دوست داشتنی و عاشق سید الشهدا با جناب آقای کشفی عزیز. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تسلیت میگم این ایام عزاداری رو و به احترام ملتی که عزاداری میکنند برای امام حسین. کلاه از سر باید برداشت، اون هم نه یک سال، نه صد سال، بیش از 1000 سال. بحثی که امشب به نظرم قبلا در موردش صحبت کردیم و بحث بسیار مهمی هست، درباره بصیرت هست. اینکه میفرمایند بصیرت مهمترین عنصر پیشرفت تمدنی یک جامعه هست، امشب به تبیین این موضوع خواهیم پرداخت. من برای مقدمه، چون امشب قصه حبیب رو قراره بگیم، یکی از اسطوره‌های انسان آرمانی امام حسین علیه السلام،
برای مقدمه یه نکته عرض میکنم که این سرفصل داستان زندگی حبیب. ببینید، ما یک حق داریم که آشکار است و همه میبینند در طول تاریخ، یک باطل داریم که از این که بگوید من باطلم هیچ اعتراضی ندارد، میگوید باطل است، همه میبینم. مشکل تاریخ در حق نما هاست، موضوعاتی که به ظاهر حقند و در باطن عین باطل. این حق نما هستند که انحراف در تاریخ ایجاد کردند همواره، و قرآن نسبت به این حق نما ها توضیحات بسیار مبسوط در دورهای تاریخی داشت. وجود مبارک حبیب ابن مظاهر اسدی یکی از ابر انسان هایی است که از حد ابتدایی درک، که این که تشخیص نده که حق نما چیه، گذشته و به یک تعالی رسیده، یک انسان آرمانی رسیده که در طول عمرش هیچگاه حق نماها نتوانستند او رو از مسیر حق دور بکنند. میگویند او، بعضی ها معتقدند که از اصحاب پیامبر از نظر سنی میخوره. حالا صحابی پیامبر اگر به تعریف به خصوص اهل سنت که اگه یه نفر یک بار هم پیامبر دید جز صحابه محسوب میشه، به هر حال پیامبر او درک کرد. ببینید، اولین موضوع بصیرت بعد از پیامبر انتخاب جانشینه، انتخاب کسی که قرار کشتی هدایت دین رو به ثمر برسونه. خب اختلاف نظر پیش میاد، اما میبینیم حبیب و پدرش مظهر یا حالا مظاهر طریق درست رو انتخاب میکنند، چون اهل قرآنند، چون اهل فهم قرآن به قرائت پیامبرند، چون متعهدند به عهدی که کردند با خدا و پیامبر، چون در قدیر بودند و دیدند که پیامبر چه گفت و یادشون هم نرفته که پیامبر چی گفت. یادشون نرفته، شگفت‌آوره. پیامبر در ذی‌حجه، ببینید، از بزرگترین اجتماع مسلمین پیام خدا رو بر اساس آیه قرآن ابلاغ میکنه. از همه اینها، حتی زنها، ما تقدم داریم بر موضوع دموکراسی بر همه امتها و ملتها، بیعت میگیرد، اقرار میگیرد، اما میبینیم در دو ماه بعد الا سبعه او سته یادشون میره. خب حبیب صراط مستقیم اینجا حق نما رو از حق تشخیص میده و در صراط علی قرار میگیره. یه داستان جالبی در دوره جوانیش داره که خیلی جذاب هست. خیلی جذاب. یک روز پدرش امیرالمومنین و پسرهای امیرالمومنین دعوت میکنه به خانه. شاید مثلا رمضان بوده به مناسبت پدر حبیب. پدر حبیب. حبیب از شور و اشتیاق اومدن این خاندان پیامبر سر از پا نمی‌شناخت. بچه هم بودن دیگه؟ نه. سندار بودن. 20 سال از امام حسین بزرگتر حبیب. خب. بله. اما بیقراره، بیقراره، میرفته میومده، دیگه طاقتش تموم شده بوده، هی میرفته پشت بام نگاه میکرده که اینا کی میاد. از دورترین جا نگاهش با نگاه علی پیوند بخوره. دیگه انسانه دیگه، یه وقت که بالای پشت بام تا اینها رو میبینه انقدر بیقرار میشه، متاسفانه از بالای پشت بام سقوط میکنه. وقتی میان میبینن که حبیب جان، انقدر این پدر آقا بوده، میگه مبادا چیزی بگید امیرالمومنین بچه هاش ناراحت بشن، عزادار بشن، دلشون بشکنه، مهمانن اینها، ببرید جنازه رو بذارید توی اتاق. مهمان ها وارد میشن، امیرالمومنین پرسن حبیب کجاست؟ یا خدمت تو میرسه، حالا یه خوده صبر. آره خب علیست دیگه، عالمه سر و خفیات. بالاخره اون حبیب کجاست؟ میام اول داستان. میرن بالا سر حبیب، بالا سر جنازه حبیب. تاریخ نداره که امیرالمومنین حرفی میزنن یا چیزی میگن. اینجا میگه حسین ابن علی شروع میکنه حبیب رو صدا کردن. حبیب، حبیب، این چه اشتیاقی است که حبیب رو از عالم دیگر دوان دوان به این عالم میرسه. این چه عشقیست. میگه حبیب چشمش رو باز کرد، کسی که مطمئن بودند از دنیا رفته. حبیب به اشتیاق صدای امام حسین و ندای امام حسین از اون دنیا تا این دنیا میاد و از
نفس حسین ابن علی که عالم حیات پیدا میکنه برمیگرد. فکر میکنید که امشب ما رو دعا میکنه حبیب؟ امشب یه بحثی رو داریم در مورد حبیب میگیم که داغ دل حبیب بوده، سوخته عاشورا، به خاطر این غم، به خاطر این غم سینه سپر کرده. خیلی موضوع مهمی رو میخوام طرح کنیم. بریم یه یا حسین بشنویم. بشنویم. دلمون یکم آروم شه. ادامه بحث. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. به توفیق الهی به مدد امام زمان هیئت الزهرا سلام الله علیها میدان خراسان در دهمین سال تأسیسش در دهه اول ماه محرم در چهار نوبت اقامه عزاء حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید. بعد از نماز جماعت صبح، قبل از ظهر، قبل از مغرب و نیمه شب. از اولین اتفاقاتی که تو این جلسه افتادش بحث پیش منبر بود. نمازش برای مولایی پیر مرد یه تیکه جواهری که مونده شده از خدمتتون عرض بکنم، یه نسل طلایی هستش. ما جلسات شبای شهادتمون، دههای محرم، فاطمه، دهه مقدراتمون که داریم زحمت میکشن پیش منبر. الحمدلله الحمدلله به لطف این جلسه بحث پیش منبر تو تهران خدمتتون عرض بکنم و تو شهرستان ها احیا شده. نکته دیگری که قابل ذکره، هیئت الزهرا علیها السلام از وقتی که تشکیل شده یه هیئت خانوادگی بوده. بچه ها به همراه پدرها و مادرها در این جلسه شرکت میکردن. در ایام قبل از کرونا، در محرم سال 98، ما قسمتی از حسینیه خواهران رو اختصاص داده بودیم به اتاق بازی. بچه ها با مادرهاشون میامدن، مربی بود، نقاشی و بسیاری از سرگرمی ها دائر بود. خانواده ها از روزه استفاده می کردن و بچه ها هم از فضای سرگرمی و بازی با همسن و سال های خودشون بهره‌مند بودن. خیلی مخلصم. گزارشی که دیدید زحمت بچه‌های عزیز عقیق بود که توی این برنامه دارن تلاش میکنن، از صبح تا شب میرن تو حیات مختلف تهران و بعضا شهرستان ها گزارش میگیرن. این گزارش هیئت رو که دیدید، هیئت الزهرا میدان خراسانه. این بچه‌ها از اذان صبح روزه شروع میکنن، بعد 11 صبح یه روزه دارن، اذان ظهر دوباره پشبندش یه روزه دیگه، بعد از ظهر یه روزه، شب یه روزه، آخر شب یه روزه. این کاری که بچهای هیئت الزهرا تو میدان خراسان دارن میکنن ما رو یاد اون حدیث میندازه که میفرماد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صبح و شام بر سید الشهدا گریه میکنه. و چقدر خوب که مردمانی تو این تهران ما هستن که وقتی محرم میشه کار زندگیشون رو رها میکنن و صبح و شب برای مظلومیت اربابشون امام حسین علیه السلام گریه میکنن. خدا حفظشون کنه، خدا به زحماتشون برکت بده. امشب داریم در مورد حبیب صحبت میکنیم با استاد کشفی عزیز در خدمت. بله، عرض کردیم بصیرت او از اولین انتخابش بعد از پیامبر مشخص میشه. او دیگه همراه حق تا آخر عمر. بله. از خصیصین و یاران نزدیک امیرالمومنین. از احوالاتش میگن او عالم است، او مفسر قرآن است. چرا نباشه؟ یار علی بودن میشه مظهر علم بودن، مظهر آگاهی بودن. امام حسین دخت او شهید میشه میفرماند کسی که هر شب یک قرآن ختم میکنه. خیلی هم براتون عجیب نباشه، خیال نکنید ما افسانه میگیم. ما
به موضوعات رسانه هممون شبیه 5-6 ساعت میشینیم، کسی که قرآن رو حفظه در 4-5 ساعت یه قرآن میتونه بخونه. اما اون چه عشقیست که او رو وادار به این میکنه؟ چون در کنار خورشید وجود امیرالمؤمنین، کسی که اگر به ذره نظر لطف کنه آفتاب آسمان میشه. انقدر حبیب علی نزدیک، انقدر با او همراهه که کارهاش رفتارهاش شبیه او میشه. یه نکته که در مورد حبیب خیلی مهمه، شبش به عبادت میگذره، اما آیا مثل بعضی از ماها که وقتی حال عبادت داریم خیلی احساس میکنیم عابد شدیم، از مردم رو میپوشونیم، از جامعه خارج میشیم، ترک جامعه رو میکنیم؟ نه، این مکتب علی نیست، این آرمان علی در انسانیت نیست. شبها تا صبح وقت استراحتش رو به معاشقه محبوبش میگذرونه و صبح حبیب مسئول امنیت جامعه علوی است. امنیت چه کسی؟ امنیت همه. وقتی صحبت امنیت یک جامعه میشه، علی علیه السلام چه فرموده؟ یا کسانی که در جامعه هستند برادر دینی تو اند یا برادر انسانی تو؟ امنیتی که میگوید اگر در سرحدات خلخال از پای یک دختر یهودی کشیدند، اگر مسلمانی از این قصه بمیرد ملامت ندارد. برای این امر مهم عزیزترین و مورد اعتمادترین رو میگذارد. حبیب تمام لحظات روزش رو به امنیت جامعه میگذرونه. حتی کسانی که اهل کتابند، مسیحی و یهودی، چون مکتب پیامبر میگوید، پیامبر فرمودند اگر کسی بر اهل کتاب که در ذمه ما هستند، زیر چتر حمایت ما هستند، ظلم بکند، یا حتی اگر باری بر دوش اونها بنهد که سنگین تر از حدشون باشه، روز قیامت من از او بازخواست میکنم. یعنی پیامبر همه عالم است، او امیر همه عالم است و حبیب مدافع همه. زندگی حبیب انقدر در کنار علی بوده که جزو اصحابی است که دارای، ببینید این دومین موضوع بصیرته، که این بصیرت دین رو اینطوری میبینه در این حالی که عاشقانه های شبش اصلا مشهور بودن، اینها عابدان شبند و شیران روز. این بصیرت دومش هستیم. بصیرت سومش که خیلی مهمه، او در کنار امیرالمومنین انقدر روحش تعالی پیدا کرده بود، از حد زمان و مکان خارج شده بود. یعنی چی؟ یعنی صاحب شهودات و به اصطلاح ما قبلا میگفتن علم منایا و بلایا، الان ما به اصطلاح میشه مکاشفات، صاحب مکاشفات معنوی بود. روح وقتی از مکان و زمان خودش خارج بشه قبل و بعد رو میبینه. اما آیا او در طریقتش، در حجیتش، در فهم دین، روح من دیگه اهل مکاشفم، دیگه همه چیو میفهمم، قرآنم که حافظم و مفسرم، پس به همین عمل بکنم دیگه، من امام نمیخوام. اما او بصیرت داره، میفهمه هیچ چیز بدون تایید امام درست نیست. اون که حجیت است و طریقیت است، فقط وجود کسی است که منصوص به نص امام. شما که گمون نکنید این مسئله ساده ایه وا. ما بعد پیغمبر کسایی داشتیم که اینها بر اساس همین مشاهداتشون که غلط هم بوده که حجیت نداشته، چون در اسلام اون چه حجت است عقل خالی از شوائب اوهام. اینها از راه خارج شدند، مثل حسن بصری. امیرالمومنین بهش برخورد کردن، حالا قسمت اولش رو نمیگم، پرسیدن حسن چرا در صفین با ما همراه نشدی؟ گفت وقتی که خواستم بیام جنگ صدایی رو شنیدم که من گفت که قاتل و مقتول در آتشند. آفهمدن بله، ولی برادرت شیطان بوده، قاتل و مقتول از اونا. همین ها پایه یک اندیشه رو گذاشتن که از امام، از متن قرآن، از پیامبر دست بکشن و بر اساس شهودات خودشون که هیچ حجیتی نداشت، چون با امام منطبق نبود، چون با قرآن منطبق نبود، یک پایه تاریخی گذاشتن. تعجب نکنی، تاریخی این موضوع. کل مسیحیت بر اساس مکاشفات پولسه، در حالی که پطرس مقدس که امام است، که وصی است بوده، اونو ترک میکنن، این جریان رو میسازن. اما او بصیرت داره، بصیرت داره.
این بصیرت نکته مهم که فرمان جهاد تبیین بکنید در فهم بصیرت، برای اینکه این اتفاق دوباره در تاریخ نیفته. با اینکه امام در بین ماست، حجت خدا در بین ماست، ما دو مرتبه نریم سراغ موضوعاتی که فهممون از دین با او انطباق نداره. یعنی حبیب علی‌رغم اینکه یک آدم ابرمرد بود در دوره خودش به لحاظ روحی جامعیت و جامعیت، اصلا یک فقیه عالی قدر بود، بله، یک مفسر بزرگ، بله، علیه السلام اصلا تو نامه‌شون هم میگن به فقیه عالی قدر، بله، حبیب، بله، ابن، بله، مظاهر، بله، بله، بله. اما تلاش میکرد پاش رو بذاره جاپای امامش، تسلیم محض، آنچه خودش از قرآن میفهمید، بله، اما فهم امامش انطباق داره. آنچه حتی در مقام مکاشفه میکاره از موردش میگیم، چون میخوام وارد کربلا بشه، خیلی زیباست موضوع حبیب. ببینید حبیب یک عیار فهم تاریخ آشور است، حبیب یک الگوی انسان آرمانی حسینی است، یک جامعیتی داره که آدم شگفت زده میشه و در نهایت میبینید تمام وجودش عشق. ما شب عاشورا به عشق، انسان آرمانی امام حسین عاشقه، اما یه منظر عجیب و غریبی. ببینید نزدیک عاشوراست به نظرم، یعنی بعد از امیرالمومنین هنوز شدم نزدیک نبوده. ببینید مکاشفات او چجوری بر میخوره به یه عاشق دیگه به نام میثم تمار، رحمت الله، رحمت الله. حالا به اصطلاح من میگم، دارم داستان براتون، لبخندی میزنه به میثم، میگه بله میبینم بعضیا رو در فلانجا به دار میکشن به حب علی و این بلاها رو سرشون میارن و شهیدشون میکنن. میثم لبخند میزنه میگه بله منم بعضیا موهاشون هم بلنده، میبینم که موی سرشون و موی محاسنشون رو به فرق شکافتشون خذاب میکنن در راه حسین. سومی میاد میگه راستی به حبیب میخواستی بگی سر برای سرش هم 1000 درهم جایزه گذاشتن. اینا میدونستن چه اتفاقی میخواد بیفته. داستان امام حسین از آدم میتونسته تا خاتم تا این اصحاب، بعد امام حسین ندونسته رفته کربلا. حالا بهش میپردازی. خب اما کربلا، این حبیبی که این زندگی عاشقانه و عالمانه و عارفانه با بصیرت رو داره، میرسیم به داستان کرد. روح جناب حبیب شاد و دعاگوی شما که اینقدر خوشگل روایت کردید این مستانگی بین حبیب و میثم تمار، و ایشالله اسم ما رو در کنار شما بنویسن جزو اونایی که امشب از حبیب گفتن، و ایشالله حبیب دعاگوی همه اون باشه. خیلی ممنونم. ادامه حبیب رو میتونیم فردا هم داشته باشیم، یعنی فردا باز حبیب باز بگیم؟ فردا گزه بدید که حبیب رو امشب تمامش کنیم، چون بحث فردا بحث یک مورد دیگه است، اگر زمان داریم. به من میگن که وقت این بخش تمومه، اگر فکر میکنید 1-2 دقیقه جمع میشه در خدمت هم. 1-2 دقیقه اضافه، آره، میکنیم. ببینیم من با اجزای فرزندی 1-2 دقیقه ببینیم تا کجا میشه. آره. عرض کنم که داستان حبیب این گونه است که وقتی که مسلم به خوام شروع داستان مدخلش رو بگیم، وقتی مسلم وارد کربلا میشه، اولی نفر گفتیم که آبس بلند میشه سخن میگه، دومی نفر حبیب. وقتی که پشت میکنن به امام حسین گفتیم چی سبب، وقتی امام حسین میگه موطنن علا لقاء الله، موطنش رو عوض میکنه. حبیب در شهری که حسین رو نمیخواند وطنش رو رها میکنه، به سوی وطن واقعیش حرکت میکنه. در شب هفتم بر امام حسین وارد میشه. بقیهش فرداشت. چون حیفم میاد در این فرصت کم. در مقام حبیب علیه السلام همین بس که سید الشهدا موقع که نامه می نویسه به حبیب که من القریب للحبیب، شما استاد ما این، یه جاش میگه که حبیب خودت رو از ما دریغ نکن. نمیگه که بیا عاقبت به خیر شو، میگه ما میخوایمت، ما نیازت داریم، بیا. و این تعبیر نشون میده که حبیب چقدر بزرگ بوده. ممنونم، خدا به نفستون برکت بده، به علمتون برکت بده و شما رو برای ما حفظ کن که اینقدر نازنین روست داشتنی. متشکرم، ما رو دعا کنید. آقای کشفی بزرگوار رو به خدا میسپاریم. میریم یه بخش رو میبینیم که اختصاص داره به هیئت الرضا، یکی از هیئت‌های ریشه‌دار و قدیمی پایتخت، که یه دکور خیلی خوشگلم امسال داره، که یه فضای کتابخونه و اینا داره. میریم هیئت الرضا، یک مهمان دوست داشتنی و نجیب و آقا بهمون اضافه میشه.
برنامه ها و اهداف این کارگاهی که ما درست کردیم، امسال یه موکبی برپا کردیم با هدف این که بچه ها در فضای مجازی نباشن تو هیئت و کار محور باشه انشاءالله و هدف من بازی کنن و انشاءالله شور و شعور حسینی در اونها نهادینه بشه انشاءالله. عاشق شدن تو بچگی لطفش همینه، عاشق میشی دل میدی تو آج صداقت، اصلا محاله که جداشی از رفیقه، از کودکی وقتی شروع میشه رفاقت. باورم اینه با هر منصب و هر پستی که باشیم، هر شغلی که داشته باشیم، هر جایی که باشیم، هر رتبه و مرتبه ای که داشته باشیم، هر چقدر که پول داشته باشیم، فرقی نمی کنه. مدال نوکری امام حسین طلایی ترین و بزرگترین مدال روی سینه ما. باور همه بچه های هیئت الرضا اینه که اصلا گروه خونی من خاک کربلاست. آقا به جز شما به کسی خون نمیدهم، باید به پای عکس ذریحش بلند شد. خود ذریح که چیزی نیست، باید به پای عکس ذریحش بلند شد. شوخی که نیست، صحبت سلطان عالم است. آقا من دوست دارم غرق رویای تو باشم، دریای آرامش منو حالا بغل کن، پر بودن من بستگی داره به چشمات، با گوشه چشمات منو ضرب المثل کن. عاشقی واگیره دل عاشق گیره، فاصلمون زیاد بشه عاشقت میمیره. امیری حسین زن ملمی، جان مادرت دستمو بگیر، جان مادرت دستمو بگیر. خیلی مخلصم، متشکرم که دارید ما رو تماشا میکنید. یک سری زدیم به محله بهارستان تهران، مجتمع سرچشمه، جایی که آقا رضای هلالی هر شب تو این شبها جلسه دارن، جلسه باشکوهی دارن که کلی جوون و نوجوون دارن سر میزنن به روزهشون. تا بودم همین بودا، من امروز داشتم با تکاندم اون حسین آقای فرزندی صحبت میکنم، گفتم من موقعی که مثلا بچه بودم، راهنمایی بودم فکر کنم اون موقع، می اومدم از مدرسه یه سی دی فروشی بود صوت القدیر تو کرج، میرفتم پشت شیشه‌اش با میستادم، اون جوون 17 18 ساله‌ای که از امام حسین علیه السلام میخوند با اون هیبت و با اون سبکای جدید، و پشت شیشه کل سی دی رو نگاه میکردم، بعد میرفتم پول میدادم سی دی رو میگرفتم، انگار فیلم سینماییه. می اومدم خونه دوباره اون سی دی رو نگاه میکردم. همه هم نسلای من اینجوری بودن. و هر چقدر رفت جلو، ماها که بزرگتر شدیم، نسل‌های بعد از ما هم جوونا و نوجوونا میرفتن پا منبر آقا رضای هلالی، که کم کم اون جوون 18 ساله شد 25 ساله 30 ساله 40 ساله، اما کماکان اون نقطه هدفش نوجوونان. همین هم هست که الان دیدید تو این کار که با بچه‌ها چقدر هم نوایی جذابی دارن، سرود میخونن، خودشون رو بروز کردن برای اینکه رگ خواب مخاطب جوان رو داشته باشن. از این بابت خدا قوت عرض میکنم به شما آقای هلالی. سلام، خیلی خوشحالم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دست اندرکارانتون و خدمت مردم عزیز، و ممنونم از اینکه ما رو تحمل میکنید. خیلی ممنون، مخلصیم، متشکرم که دهه اول محرم که سخت مشغول نوکری امام حسین هستین، دعوت ما رو قبول کردین، موقع شب اومدین. وظیفه است، کاری که دستم بر بیاد انجام میدم. خوجونده مخلصم. یه بار ما حالا فارغ از برنامه مون داشتیم صحبت میکردیم، میگفتید منو تو محله بهم گفتن رضا پله بود، توی میوه فروشی کار میکردم. چی شد این رضا پله که انقدر فوتبالش خوب بود
یهو مداح شد. یعنی میدونم بارها گفتینا ولی مخاطبای ما شاید آدمایی باشن که اصلا با فضای هیئت خیلی هم نزدیک نباشه، برای اونا بگید که رضا هلالی که در میوه فروشی کار میکرد یا فوتبالش تو محله خیلی خوب بود، سر از هیئت امام حسین در آورد. حالا ما سرگذشت خیلی عجیبی داریم، زندگی خیلی عجیب. گاهن که بعضی از دوستانمون هستن که مثلا میشینم براشون تعریف میکنم، مثلا یه کاش اینا رو بنویسی یه جایی. ما زندگیمون دستخوش خیلی اتفاق بود، جنگ تحمیلی و عرضم حضور شما که آوارگی و جنگ زدگی و و تون ایام و تون دوران اصلا فکر میکنم هیچ وقت تنها چیزی که من بهش هیچ وقت فکر نمیکردم اونم هیئت بود و مجلس امام حسین. و مشغول هم بازی های کودکانه و عرضم شما مدرسه و شیطونی و این چیزا. یک روزی ما تو محلمون یک شهیدی بود به نام شهید عباس صابری که رحمت خدا بر اون بود، ایشون ایستاد و فوتبال بازی کردن من نگاه کرد، تشویقم کرد. این که الان گاهنه وقتایی بچه ها میان سعی میکنم حوصله به خرج بدم، واقعا یاد خودم میفتم او که چطور با من رفتار کرد اون لحظه و ایستاد و فوتبال من نگاه کرد و گفت ماری کلا چقدر قشنگ فوتبال بازی میکنی، اینا اسم چیه؟ اسم همون پرسید و از محلشون گفتم اینجا محل شما نیست، اینجا چی کار میکنه؟ اونا بچه نظام آباد بودن. گفتش که اومدیم هیئت. گفتم مگر هیئت فقط محرمان نیست؟ گفت نه، اون هفتگی مناسبت هست و شد زیارت عاشورا و این چیزا. دیگه ما رفتیم، ما رو دعوتمون کرد به هیئت و رفتیم و یه دل نه صد دل ما عاشق عباس صابری شد، عاشق اون وجاهتش، اون بزرگیش که بودم با من بچه چقدر خوب رفتار کرد و یه هدیه به من داد. من قرآن میخوندم، اون هدیه رو که به من داد دیگه ما با وسته هیئت شدیم. بله این شروع همون جلسه اول هم که رفتم خوندی؟ نه جلسه اول رفتم ازش خواستم من قرآن میخونم، گفت خب خیلی خوبه قرآن میخونینا. قرآن که خوندم یه تقویم بهم داد، اون تقویم رو دارم فکر میکنم هنوزم و اولش نوشته بود به خاطر صوت زیبایتان در قرآن و ما رو دلبسته خودش کرد. یعنی یک رفتار زیبا، یک منش خوب در اوجی که شاید اون عباس صابری بود، شهید تفحص هم هست، شاید خیلی در جایگاه خیلی بزرگی هم باشه، ولی یک رفتار صمیمانه‌اش با یه بچه مثلا 10 ساله 11 ساله چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و من رو چقدر به سمت هیئت و روزه و مجلس چقدر هدایت کرد. خوب ولی شما عادی مشهور نشین آرز، من امشب میخوام یادگاری به هم بگین کجا چه معامله کردیم با سید الشهدا. شما تو 18 سالگی یه جوری امام حسین بردت بالا که من یادم کرج می اومدین انقدر جمعیت می اومد شیشه مسجد میشکست، تو مسجد جامع ابوذر رضا هلالی میکروفون می گرفت کلی جمعیت می اومد برای اسم امام حسین، اما چون آقا رضا می خوند. مطمئنم شما یه جا دلت شکسته با امام حسین یه معامله کردی، اونجا کجاست؟ من تا حالا نشیدم در مورد این قضیه چیز بگین. اگه جایی بوده که خواستین و میدونید که اون لحظه امام حسین بغلتون کرده به اون بگی نمیشه، چون نمیخوام دروغ بگم، دوست ندارم وقتی خطا بگم، خطا هم بوده ولی یه چیزی بین من و خودم و امام حسین. اما اینکه اونها نگاه و نظر لطف دارن واقعا دور از ذهن نیست و شاید به هر کسی این نگاه و این مرحمت رو بکنه، ولی همه اینها که به کنار برمیگره به اولین زیارت ما به کربلا و حرم امام حسین توی 17 سالگی فکر میکنه و از امام حسین من اونجا خواستم زیر قبه، شنیده بودم که زیر قبه امام حسین دعا میگیره و رفتم زیر قبه امام حسین دعا کردم. چی گفت؟ گفتم که دلم میخواد که خیلی آدم رو واسطه آشنایی و عشق خیلی آدم ها بشم با تو. این یادمه، این هم آقای سیبیوی به من گفت، خدا رحمتشون کنه، رحمت الله. ایشون فرمود که گفتم دارم میرم کربلا، آج آقا چه توصیه‌ای به من میکنی؟
گفت برو پیش امام حسین، از امام حسین بخوا که تو وسیله خیر، وسیله عشق و نزدیکی خیلی آدم ها بشی به امام حسین. و من خالصانه از امام حسین زیر قبه امام حسین خواستم. بله الحمدلله الحمدلله خدا رو شکر. یه سری نوا از شما به یادگار مونده، حالا نسل های مختلف، آدم های مختلف، دهه های مختلف با یکی از کارهای شما خاطره. مثلا نسل ما با بین همه عشق های دنیا، عشق از اول فاز یا خوشگلی و محجبینی بود، بعد که مثلا چند سال بعد میگم عاشقم چی بود؟ دنیای من، دنیای من بود که خیلی میخوندن و حالا چیزهای مختلفیه. یه چند تاشو بچه‌ها آماده کردن، دونه دونه با هم بشنیم در موردشون حرف بزنیم. چشم، متشکرم. بچه‌ها بریم اولین نوا رو بشنویم اگر موافقین و اگر آماده این. چه سالیه؟ فکر می‌کنم سال 81 باشه یا 82، دقیق خاطرم نیست سال برنامه. اما مناسبتش رو یادتونه؟ اولین باری که پخش کردم فکر کنم همون برنامه بود که توی صدا سیما پخش کردم. فکر کنم شبکه 5 هم بود. بله. یعنی همین شبکه هم بود پخش. بله. شد و خیلی هم. چند سالتون بود اونجا روزا؟ من 21 سالم. خیلی عجیبه. یعنی این شعر شکیه یا جو؟ نمیدونم. عجب. ما توی کتاب در اون موقع که شعر اینطوری نبود که مثلا حالا شاعر بیاد شعر بگه و سبک باشه و بخونن. این رو یادم از تو کتاب نوشتم و رفتیم همینطوری مثل شور مثلا خوندیم. یه خوردم با ترس و لرز چون یه مقدار این سبک ها و این نوع سینه زدن زیاد مرسوم نبود و خیلی مخالفت میکردن. خیلی افراد محدودی بودن که موافق این سبک و این صوب و این سیاه بودن. در صورت ببینیم بعدی رو. این ترک تصویری اگر امروز بود و قانونی قرار بود مثلا توی ویودی ها و اینترنت و اینو برن میلیونی میرفت. یعنی اون سالها اینو فکر کنم همه بچه یتیم دیدن. کجا بودین؟ اینجا کرجه. کرج دارالعلوم فاطمیه کرج. بله ما فیلم برداری که میکردن تو هیئت اون یه مقدار شاید مثلا حالا بچه ها مخالف بودن و یه مقدار فیلم برداری خیلی دقیق و خوبی تو جلسه خودمون احوال نمیکرد. خود هیئت رضا. بله بعد که ما میرفتیم تو جلسات دیگه مثلا میخوندیم اونجا مثلا گل میکرد، بعد میگفتن خب مثلا هلالی مال کرجه، چون کرج خوندیم اومدن. درست که اینطور نبود. این فیلم مال تقریبا 21 سال پیشه، 20 سال پیشه. 20 سال من پیر شدین آرزا؟ ریشتون هم سفید شده؟ پیر که هنوز نه، ولی خب
خب چون خیلی ساله 21 سال پیش. من قول دادم زیاد از شما نخوام بخونیم، ولی این عشق است ابوالفضل رو یه بیتشو یادگاری الان اب نداره یا اب داره؟ چی بخونم آخه بین همه عشقای دنیا؟ عشق است ابوالفضل، همین بلدم. بریم بخش بعدی رو ببینیم. مسجد جامع ابوذره، من این سیریش کامل دیدم، یادم اینجا هم از شهید صابری خیلی یاد میکنید. بله، اون موقع سینه زنی هم سبک اینطوری نبود، این به این شکلی همش دارم سینه میزنم به خاطر اینکه یعنی هم وزن سینه زدن دستم در نره وزن خوندنم. اون روزگارای قشنگی بود و احساس میکردم که واقعا خدای مرحمت دیگه ای کرده هم به جلسه همونم به محافلمون. از این محافل آدم های بزرگی بیرون اومدن، از این جلسات شهدای گرانقدری بیرون اومدن، شهدای مدافع حرم که شاید بگم حالا همه که نه، ولی خب شاید بگم نصفشون اشتباه نگفتن که بچه هایی که مول تهرانن که از این جلسات شرکت میکردن یا در صورت یک جوری مانوس بودن با این سین زنی و با این شور و با این محرم و با این نواها، که این نواها واقعا مال من نیست. میگم این گرچه از حرقوم عبدالله بود، این همه نوا از شه بود، گرچه از واقعا لطف خدا بوده و من ممنونشم. این از منوارم که واقعا تونسته باشم به وظیفم خوب عمل کرده باشم، قدردانش باشم. ببینیم بعدی من تال بلال لب ساغر میزنه، همه دل ها برای عشق تو پرپر میزنه، توی چشمای سیاه دل من سر میزنه، جزمه چشم تو به چشای در میزنه. سال 83 جلسه حاج آقا محمود کریمی، ایشون همیشه لطف داشتن به ما از قدیم، خدمتشون رسیده بودیم و بعد که اجازه دادن به شاگردشون که کنارشون بخونه. شب تاسوعا بود نه؟ روز تاسوعا بود که حالا حاج آقا محمود که غروب جلسه میگرفتن دیگه. بله اون جلسه خدمتشون رسیدیم و اجازه به ما دادن بزرگوارشون بخونم. اینم از جمله نوحه هایی بود که خیلی ماندگار شده دیگه، یعنی اگر قرار بشه سلکت کنم مثلا نوحه های یا شورایی که برای حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام اجرا شده، همین کاره و همین جلسه ای که خدمت حاج آقا محمود کریمی بود. من ببینیم بعدی رو بچه ها. ما همه بچه هایی که اینجا هستن با شما خاطر دارن، این پسر عزیز و نوجوانی که چارخونه تنش بود تکانده ماست، می اومده به عشق شما دکتر رضا شما رو از نزدیک ببینه سینه میزده، یعنی خیلی چیز عجیبیه. من خاک پای شما. این کارم عزیزین، این کارم تو مسجد جامع بود نه؟ مسجد جامع ابوذر بود. بله مسجد جامع است، سال 82 فکر میکنم، بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا. امشب سالای قشنگ
آره خب امشب شب پنجم محرمه، شب پنج محرم که میشه غیر ماجرای حضرت عبدالله تو دوره معاصرمون یاد چی میفتیم؟ شب پنجم محرم آتش سوزی مسجد ارک یه بخشی ببینیم؟ بله. آخر دیدی حاجتم و ازش گرفتم، میون خیمه غمت آتش گرفتم، میون خیمه غمت آتش گرفتم، آخر دیدی حاجتم و ازش گرفتم، آخر برای بچه ها که گهید شده یا مجروح شدن گفتم با دلمون میخواد تو نامه هاشون نمیشنن رضا هلالی برای ما بخونه، پاشید بیاد مرسدهش داره برای تو میخونه. خدایا خدایا در حرم بباز، خدایا خدایا در حرم بباز، خدایا خدایا. جلسه آخه اون ایام که این بچه هایی که میمدن هیئت و ما خوب میره خیلی یه ارقی با حاج منصور رو همیشه هم داشتیم، علم داریم خیلی دوست داشتم حاج منصور رو الان بیشتر، و بعد میرفتم جلسه حاج منصور بعد میرم هیئت خودمون، یه سری این بچه هایی که تو ارک بودن مثلا اومده بودن اونجا که بعد بیان هیئت و رزانسل تو اون جلسه شهادت رسیدن و توی اکثر ختماشون و توی مراسماشون خودم رفتم. حالا حاج آقا منصور میفهمدن که برین شرکت کنین تسلی خاطر بازمانده هاشونه، به شما علاقه داشتن دوستتون داشتن و میرفتم جلسشون میخوندیم. یادم یه سید مجید مقربی نامی بود، ایشون یه جمله گفت توی بیمارستان، خب عفونت زده بود به خونش، بعد من رفتم بالا سرش، حاج منصور هیچ صداش کرده اینا، بعد بهش گفتش که آقا رضا اومده، آقا رضا هلالی. من جمله رو چرا این صحنه رو فراموش نمیکنم، تو اون حالت مریضی یه نگاه به من کرد گفتش که آقا رضا اگر من خوب بشم قول میدی منو به خودت ببری کربلا. 13 سالش بود. چطور یه بچه‌ای به چه عشقی میرسه، به چه باوری میرسه به امام حسین که تو اون لحظه‌ای که آتیش گرفته سوخته و واقعا حال مناسبی نداره حرف از کربلا میزن، حرف از امام حسین میزن و مسئولیت ما رو زیاد میکن. یا آقای فرهادی که الان هم صنف شما هستم کارگردانه و کار سینمایی میکنه، او هم جز سوخته های مسجد ارک بود. یادمه که میومدم تو بیمارستان پدرش میگفت از اون ته، میگفت آقا رضا نرو سمتش، بذار وایسه که اون بیاد، چون بعد راه میرفتن نمیدونم به چه دلیل پزشکی که خون مثلا بعد راه برن خاطر بیماری و سوختگی راه نمیرن و این باعث خدا نکرده فوت اونا میشه. من ته بیمارستان وای میستادم که او بیاد سمت، بعد بهش میگو آرزا وایستاده برو سمتش. این راه همینجور با همون حالت سوختگی راه میومد که مثلا به من برسه. نه. هم دردناک بود اون لحظات و هم که واقعا آدم نمیدونست چی بگه، چطور میشه آخه تو اون حالتشون تو اون شرایطشون بازم از امام حسین میگفتن، بهش گفتن پشیمون نیستی که اومدی مثلا اینجوری سوختی اینجوری؟ میگفت نه، من تو خیمه امام حسین آتش گرفتم. آقای حاج منصور اون شب چطور بود حالشون؟ خیلی حاج منصور به هم ریخته بود و ایشون به من گفتش که اون شب که شما بریم ببینیم این کهریزک برد بودن اوضاع چطوریه. من رفتم یادم اون شب کهریزک و شهدای مسجد ارک و همه رو اون شب دیدم. صبح اومدم صنف و اومدم که بهشون بگم
جرأت نمی‌کردم حرف باش بزنم. قد حالش به هم ریخته و انقدر داغون بود که یعنی ما گفتیم پیرمرد از دست میره واقعا. این خب لطف خدا آقای امام حسین شامل حالمون شد. ایشون الحمدلله هنوزم که هنوز زنده و سر حال، خدا ان شاءالله عمر بهش بده. ان شاءالله. خیلی متشکرم. خاطره بازی کردیم با برخی از آثار ماندگار حاج آقا رضای هلالی، اما اگر موافق باشید یه بخش کوتاه ببینیم حاج آقای گلویی تازه کنن، برمیگردیم عقیق ادامه داره. یا سید و شهدا، شاهد باش که ما اقرار میکنیم به این که مدیون شماییم، و اگر همین حالا هم به ما بگی برو، اگرچه جایی نداریم بریم، ولی طلبکارم نیستیم. تا همین جشم خیلی بهمون حال دادی که ما رو نگه داشتیدم در خونت، ممنونتیم. یا ابا عبدالله، آقا رضا هلالی اینجان و حیفه که من حرف بزنم، بخوام بیشتر بپرسم تا از ایشون بشنویم. یه عکس و یه فیلم ماندگاری از شما هست حاج آقا، بالا سر آسای جواد زاکر. من لحظات آخرشه. حالا مثلا گفتین که تو گوشش سلام دادید یا عاشورا خوندین، ولی یه عکسی که رفتین تو گوشش انگار دارید یه چیز بهش میگین. این میخوام ببینم چی بین شما و آسای جواد زاکر تو اون لحظات گذشت تو اون بیمارستان. رحمت کنه، آسای جواد زاکر خیلی زحمت کشید و بی‌انصافی اگر اسم ایشون نره نیاد و در این شب پنجم محرم یاد خاطرش رو اونم زنده نکنه. هم خب عمرش به دنیا نبود، خدا رحمتش کنه. و خیلی هم از جوان‌ها انصافا با نوا و صدای آسای جواد به امام حسین نزدیکتر شدن و دوستای دیگه که بودن و زحمت میشد. اما خب مختص سید جواد خب درگیر یک مرضی شد، بیماری شد، سرطان گرفتیشون. و ما تو اون زمان تو اون برهه، من یه خاطره دارم باهاش، یه جلسه ما رو تهران دعوت کردن و ما تو اون جلسه شرکت نکرد، نرفت. بعدها که مریض شده بود آسید میومد تهران، گاهن کار درمانش رو انجام میدادن اینها، یه وقتایی ما هم خلوت میکردیم میشست تو اون صحبت ها حرف شد و اینها خیلی صحبت میکردیم. بعد که گفتش که من غیبت کردم اون موقع، گفتم که ها، گفت چی شد که تو اون جلسه نیومدی؟ جلسه خود آقا سیدینا بود؟ نه، مشترک بودیم. گفت چرا تو اون جلسه نیومدی؟ اینها گفتم که والا قرار بود تو اون جلسه ما بیم بخونیم، ولی انقدر هیجانات جوانای اون موقع زیاد بود که یکی میگفت مثلا این بره فلان چی میخونه، یکی میره فلان کارو میکنه. دیدم اگه بیام بخونم بازندم، اگه بیام نخونم بازم بازندم، پس به درد جلسه امام حسین نمیخورد. صلاح دیدم که نیا. آره، و اون جلسه یادمه که این صحبت شد. و حقیقتا هم اینه که جلسه امام حسین رینگ بوکس نیست و خوشا به حال اون کسی که تو جلسه امام حسین همیشه بازنده است، تو مجلس امام حسین بازنده است. این یک درکی میخواد، یک فهمی میخواد که اگر فکر میکنم مستمع به اون جایگاه و اون فهم برسه، خیلی اوضاعش با امام حسین خوب میشه. و این کل چیزی بود، صحبتایی بود که حالا اون آسه جواد اون موقع با هم میکردیم. و تو گوشش چی گفته؟ من سلام به امام حسین دادم، خیلی عاشق امام حسین بود. آره، این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. بعد هم آسه جواد رو از کاشون آوردیمش تهران بیمارستان میلاد. شما آوردیمش؟ بله، بستریش کردن. و و تا روزای پایانی عمرش هم که همین بیمارستان بود و بعد هم از دنیا رفت. و چقدر با شکوه و با عزت
ایشونو به خاک سپردم. رحمت خدا بهش باشه، انشالله همین حالا مهمان سفره سید شهدا باشه. صحبت از مسجد ارک بود و اینکه فرمودین که حاج آقا اون موقع به شما میدون میدادن، میکروفون میدادن و روزگار خوبی بود. بعدش و سالهای بعد ما میدیدیم آقا رضای هلالی خیلی به جوونا میرسه، دونه دونه شو نمیتونم اسم بیارم که پیش از این که به شهرت برسن شما تو هیئت رضا بهشون میکروفون میدادین، همین الان هم همینه، یعنی خیلی جوونا رو دستشون رو میگیرین بهشون میکروفون میدین، اجازه میدید که رشد کنن. این ایده کجا میاد؟ این ایده از همون میاد که رینگ بوکس نیست؟ واقعیت همینطوره. ببینین آقا، بعضی ها دیدگاهشون این هست که ما خاک خوردیم، زحمت کشیدیم و باید هم زحمت کشیده بشه، حالا اینکه جای خودش، ولی اون انرژی که قراره اون خوننده بذاره و بخواد به حالا جایگاهی برسه برای که بتونه بهتر خدمت بکنه، من حس می‌کنم اون انرژی لازم نیست انقدر انرژی مثلا. و من دوست دارم کلا اگر لایق بدونن ها پله بشم برای هر کسی که میخواد به محبوبم خدمت کنه، چرا نشه؟ کسی که واقعا این عشق رو داره، این علاقه رو داره، بتونم اون رو کمک بکنم که او هم یکی از سربازای امام حسین باشه و بتونه مردم رو دعوت کنه به محبوبم، چرا این کار رو نکنه؟ این خودخواهیه که اگه آدم فکر بکنه که نباید تو این مرتبه و تو این مسیر قرار بگیره، باید زحمت بکشه، باید نمیدونم پوستش کنده بشه، نه اینطور نیست. به جاش اون انرژی رو بذاره برای اینکه بتونه خوشگل‌تر برای امام حسین خدمت بکنه. البته اون چارچوب رو هم بدونه، اون چارچوب رو، نوکری رو، خدمت رو هم بدونه، ولی فکر نمی کنم چیز خیلی حالا نگاهان چیز پیش پا افتاده است. باید کمک کنه و بازم اگر بتونم کمک میکنم. خدا حفظتون کنه. یه سری اتفاقا برای شما افتاد، این هنجره طلایی رو بنا به صلاح دید حضرت عالی الله از دست دادید دیگه، یعنی اون صدای عجیب رضا هلالی، اگه یه شبی خوابیدین صبح پاشدین این صدای نبود. اما یادم پشت میکروفون تو حسینی سپاخچی که اومدین گفتین که این صدا رو شما به من دیدین، الان هم گرفتین، الان پاش بیفته میرم چایی میرزم، کف چفت میکنم، نوکر همیشه نوکر. این روزا گذشت تا اینکه رسیدیم به هرندی و نشون دادید که نوکر همیشه نوکر، یعنی یک کاری دارید میکنید که اصلا به ذهن هیچکی نمیرسید. جایی که پر از کارتون خواب و معتاد بود، امروز چراغش روشن شده، ملجع کارتون خواب ها شده، پناه معتاد ها. یعنی یه کار عجیب غریب اجتماعی دارید میکنید که هزار تا نهاد دولتی نتونست اون منطقه رو بهش برسه. چی کار کردید؟ چه معامله‌ای داریم میکنیم با سید و شهده تو هرندی؟ عرضم بزرگ شما که اولی که نوکری امام حسین فقط خوندن نیست، این که یک روز میخونی یک روز نمیخونی. فکر کنم از این مرحله شاید قبلا دیدو نداشتم، ولی خب الان واقعا نمیگم برام فرقی نمیکنه، ولی حس میکنم انقدر این مجلس امام حسین وسیعه، انقدر خدمت به امام حسین در این دستگاه وسیعه که آدم و خیلی کارهای زمین مونده اصلا الان هست دستگاه امام حسین. امام حسین خلاصه به مداحی، خلاصه به نمیدونم مجلس داری اینها نیست. من باید اون محبت امام حسین رو بتونم در قلوب خیلی آدم هایی که فراموش حتی شدن، بتونم این محبت رو در قلب اونها هم ببرم. این برای من خیلی ارزش داره که یک مثلا کارتون خواب بخواد به من بگه که آقای هلالی قربون امام حسینت. برای من خیلی ارزش داره، با دنیای عوضش نمیکنه. این که این خیری که قرار به افراد برسه، خب این خیلی مشهود باشه، کسی که در محله مثلا حالا دروازه قار یا محله که اونجا هست، یا آدمی که افتاده است و کسی به شاید رستگی نمی کنه، این مرام و مسلک اهل بیت بود، این مرام مال امام حسین بود که دستگیری بکنی از اونا، بیمنت دستگیری کنی، بیمنت انشالله، بیمنت انشالله.
اینکه همیشه آرزو داشتم که یک مادرم میگفت، مادرم همیشه اون روز اومده بود سمت تکیگاه، میگفت بچه هم که بود میگفتش که دوست دارم سفره بندازم، فقیرا بیان سر سفره هم بشینن و سر سفره بخورن. اینم ریشه داره ها، من چون جنگ زده بودیم ما طعم فقیری رو چشیدیم، یعنی شاید خیلی اوضاع و خیلی شرایط سختی تو زندگی ما بود و همینه که پاکار وایسادید الان و دارید کمک برای من. خیلی شیرینه که یک کسی میشینه و مرغ به دهان میکشه. خدا حفظ. خیلی شیرین. خدا حفظ. امیدوارم این شیرینی و حلاوت بره زیر زبون هممون. دو سه دقیقه وقت داریم حاج آقا. امشب من به نیابت از 80 میلیون نفر میخوام یه مطلبی رو مطرح کنم، بعد بسپارم به شما. خدا وکیلی هم راستشو بگید، من خود مصطفی امامی که 10-15 ساله با هم سلام علیک داریم، بچه هایی که بخر اینجا و خیلی عظیمی از مردم میکردن دارن تلویزیون رو میبینن تماشا میکنن برنامه رو، یه چند باری شاید پشت سر شما حرف زدن. بله. قضاوتتون کردن. بله. نابجا اصلا شاید بدتون رو گفتن، اما بالا و پایین ها و فراز و نشیب های زندگی آقا رضای هلالی به ما، یعنی به من که اینو میگه که تو بغل امام حسینه، یعنی عزیز کرده سید الشهدا است و عزتی امام حسین بهش داده که با هیچ چی خدشه‌دار نمیشه. انشالله اینطور باشه. مردونه از قلبتون بگید که من و امثال منو که گاهی پشت سر شما بد گفتیم قضاوتتون کردیم و حلال میکنید توی محرم. من کی باشم اونا باید من حلال کنه؟ واقعا هم همین خدا میدونه. من که نوکر همه مردم، همه آدم و همه کسایی که در این خونه هستن خدمت میکنن، اینا خدمتگزارای محبوب منه و اصلا به اینجا نمیرسه، من نوکرشونم، اونا باید من حلال کنم. چرا بعد اینکه من نوکر زدم؟ نه این که تعارفه. نه به خدا، آخه من یه روزایی یادم که شما واقعا داشتین اذیت میشین از زخم زبون و حرف مردم. حلال کردین امشب شب پنجم. من خیلی اصلا خیلی ساله هیچ وقت نوش جون هر کی گفت اب نداره، فدای سرش. نه هیچ وقت راضی نیستم که کسی بخواد اصلا اینقدر خودش رو خدای نکره کوچیک بکنه بخواد به من بگه حلالم کن. نه من از الان تا روزی که زنده ام نفس میکشم این رو از من بپذیر، حلال حلال جونتون باشه. هر کس که از محبوب من میگه، از امام حسین هم میگه، از امیرالمومنین میگه، از جانب من خیالش راحت باشه. قربون این دل بزرگ و دریت. پایان برنامه با صدای شما به نیابت از مریضای رو تخت بیمارستان یه سلام به امام حسین بدید. چشم. ای حسینی که به دل عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است، به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس چون در آن لحظه حسین است که مهمان من است. این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ای صبح امید یا ابا عبدالله،
ای صبح امید یا ابا عبدالله، ای شاه شهید یا ابا عبدالله، در عالم دل مدح تو می فرماید قرآن مجید یا ابا یا ابا. مرسی آجا، خدا به نفستون برکت بده، بمونین 120 سال پرچم عربابتون خیلی بالا. متشکرم. یا علی مدد.